בשעה טובה ומוצלחת. ברוכים הבאים. מוג'דדן בעד אז יקי דומח בסרי קלאסאי פיור טאק, כלאם פאק. דריצ'י בגופתר הרב חפץ חיים. באוקסיג'ן הזנדגי. כי בבינים בפאקי כלאם המון. چطور میتونیم پاکی زندگیمون رو حفظ بکنیم؟ و جالب اینجاست معمولا موقعی که کسی دستش درد میکنه، آیا به نظر شما برای دست دردش مسواک یا شستشوی دهان کمک میکنه؟ آیا هیچ موقع تا حالا دیدین هیچ دکتری به مریضش بگه برای دست درد برو یکی دوتا خمیر دندونه بهتر بگیر، بهتر مسواک بزن، دندونتو دهانتو پاکتر کن، دست دردت خوب میشه؟ اما هنوز دارویی که تجویز میکنه از راه دهانه، میگه این دوتا قرص رو بخور بهتر میشی. یعنی راستش بخواید اولین طریقه درمان از دهان شروع میشه. بعد اگر ببینن طرف خیلی دیگه دست دردش وخامت داره، اون موقع است که با آی وی با سرم مستقیما به رگش تزریق میکنن یا با آمپول. و اگر اونم باز یک ذره کمتر کمک کرد، دیگه مستقیما به اون عضوی که درد میکنه باید یک درمان مهمتری را انجام داد. جراحی قلب، جراحی استخوان، جراحی چشم. اما حامیم توضیح میدن در مورد درمان روحی، روح و روان، نشما، همه چی از پاکی کلام شروع میشه و میتونه با پاکی کلام، شمیرت، حلاشان، نگهداری زبان به خوبی درمان بشه. چیزی که شلما حملق میگه شمر پی بلشنا، کسی که جلوی دهنشو میگیره در واقع داره جلوی مشکلات زندگی رو میگیره. خودشو میسارت نفشو، از رنجهای جانی زندگی نجات میده، پروتکت میکنه. پس اونایی که به جنگ میرن جدا از اسلحه باید یک سپری هم همراهشون باشه، زره پوش باشن، جلیزقه ضد گلوله الی آخر برتن بکنن. اما تورا داره به ما یاد میده اگر با شمیرت حلاشون، نگهداری کلام، پاکی کلام، به میدان کارزار، به میدان زندگی بیای، هم برات سپره هم اسلحه. پس میبینیم این قدرت کلامی که خداوند در ما داده اگر به درستی استفاده بشه و حفظ بشه و پاکیش همیشه برقرار باشه، تا چقدر به برقراری و حفاظت ما کمک میکنه. بزرد هشم بزخوت این گفتار و نصایب حامی مخصوصا حراف حافظ خاییم زخوتو یا گنالینو
که با هم دیگه مرور میکنیم بتونیم از سیه تا دشمه یا از کمک الهی برخوردار باشیم که بتونیم پاکی کلاممون رو در طول روز، در طول شب، در طول زندگی حفظ بکنیم که این همه نعمات و برخایی و خوبی هایی که خداوند به ما داده رو بتونیم برای خود خداوند و نزدیکی به اون به درستی استفاده بکنیم. بزرعت هشم زخود و سیوم و پایان اون بخش قبلی رو به کمک میگیریم و الان بخش جدیدی شروع میکنیم برای پاکی کلام شمیرت هلاشون، برای کمک به کلاس های تلفنی، تلویزیونی، رادیویی، برنامه‌ای که داریم $52 سکل میساد اونایی که مایلند www.torahelp.com میتونم رجوع بکنن و در این زخوت جهانی که بار خوشیم در تمام دنیا این کلاس پخش میشه میتونن شریک باشن. اگر هستن افرادی که بخوان، اگر نه به طور قرعه یک نفر رو امروز زخوتمند میکنیم. خانم بابای بخشی، امروز رو من سپانسر میکنم با اجازتون برای سلامتی خودم، بچه ها و نوانتی جام. آمین. آمین. نیت قلبیتون به خوبی برآورده بشه و بزرعت هشم با این زخوت شمیرت هلاشون و پخش کلاس های شمیرت هلاشون بتونیم در کمال امنیت و سلامتی و پاکی زیر سایه خداوند به خوبی قرار بگیریم. آمین. تنکی برای همه زحمت های شما. خیلی ممنون. میبینیم بعد از پسح پاراشه هایی که دونه به دونه در تورا داره صحبت میکنه ربط داره به کلام، ربط داره به دهان. پاراشه شمینی در مورد قضاهای کاشر صحبت میکنه، پاراشه تزریع مسورا که با هم دیگه میخونیم در مورد کلام کاشر صحبت میکنه که میگه عواقب کسی که مسورا یعنی موسی شمرا یعنی لاشونهارا و یا بدگویی نسبت به دیگران میکنه چی خواهد بود؟ که اون حالت بی‌آبرویی و رسوایی که برای دیگری پدید میاره به خودش برمیگرده و اون لکه‌های پوستی که جنبه مسورا داشت به همه فاش میکنه که این گناه لاشونها را مرتکب شده. تا این حد در واقع لاشونها را یه بدگویی در مورد خود شخصه، ولی خب موقعی که آدم توی آینه میاد و خودشو آرایش میکنه تصویر توی آینه رو آرایش نکرده، خودشو آرایش کرده. و همینطور موقعی که آدم در آینه یه تیکه مارکر یا ماژیک یا رنگ سیاه میگیره میزنه به صورتش، اون تصویر توی آینه رو سیاه نکرده، روی خودش رو سیاه کرده. همینطورم لاشونهارا و رخیلوت و بدگویی و افترا و اون بد صحبتی که ما نسبت به دیگران داریم که آبرو و شهرت و کردیت و اعتبار دیگران رو پایین بیاریم یا مورد هدف قرار بدیم، در واقع هدف اصلی خودمون هستیم و متاسفانه دیگران فقط آینه هستن. پس هر چقدر آدم لازم نباشه که خودشو قانع بکنه یا دنبال دلیلی بگرده که لاشونها را نگه، بگه آقا چرا باید برای خودم بدی پدید بیارم، بی‌آبرویی پدید بیارم. این که قبول بکنه انسان که بر ضد خودش داره عمل میکنه بالاتر از
هر کتاب دیگه میتونه اون رو آگاه بکنه که چطور خودش رو از گفتن لاشونهارا دور بکنه. در مورد زندگی دیگران، پرایوسی دیگران، زندگی خصوصی و شخصی دیگران، معایب و عیب و نقص دیگران یا کمبودهای دیگران، در مورد دیگران یا جلوی دیگران صحبت نکنه. بعزت هاشم میبینیم در بحث جدیدی که داریم چطور عرف حافظ سعیم میاد این بیماری لاشونهارا رو برای ما توضیح میده که چطور از کجا شروع میشه. میرسیم به کلال بیت. اصل اول رو خوندیم در 8 بخش مختلف، الان رسیدیم به اصل دوم کلال بیت و این چنین شروع میشه: آسور لسپه لاشونهارا الحبرو افشهو امد افیلو بفنه یحید و کل شکن بفنه ربین. آسوره که آدم لاشونهارا بگه، برای دوستش الحبرو افشهو امد، حتی با اینکه حقیقت محض، هیچ دروغی درش نیست، و فیلو بفنه یحید، حتی اگرم داره برای یه نفر فقط تعریف میکنه، به کل شکل چه برسه دیگه اگر بفنه ربین، برای عده‌ای، جمعی، گروهی داره توضیح میده یا این رو فاش میکنه، داره این رو تعریف میکنه. پس یعنی تمام این شرایط برزده اونه. به محض این که لاشونهارا باشه، حتی برای دوستش هم باشه، حتی حقیقت هم داشته باشه، حتی فقط برای یه نفرم تعریف بکنه، هنوز آسوره. دیگه چه برسه اگر برای جمعی تعریف بکنه. پس هیچ موقع نمیتونه شخص بگه که من یه دلیلی برای لاشونهارا داشتم. راهی که اشتباس، فرق نداره که طرف با سرعت 10 بره یا با سرعت 100 بره. راهی که اشتباس، فرقی نداره که طرف با دوچرخه بره یا با کامیون بره، این راه اشتباس. پس برای لاشونهارا مبادا که شخص هیچ تبصره ای و توجیه و جاستیفیکیشنی بخواد قائل بشه، همین که اسمش لاشونهاراست آسوره. حتی حقیقت داشته باشه، حتی یک نفره باشه، حتی برای دوستش باشه، هنوز لاشونهاراست. پس بودن افرادی که خواستن خودشونو گول بزنن و یه غذای مسمومی رو گندیده مونده قدیمی رو خواستم بخورم، خب ولی برای اینکه مزهش آزارشو نده، با سس مایونز، با سس گوجه، با یه ذره ادویجات آتیش کردن که اون مزهش آزارش نده، رغبتش بشه، دلش بخواد که بخوره، خوردتش بعدش ناراحتی معده و ناراحتی غذایی و بدنی پیدا کرده. چرا؟ به خاطر غذای گندیده‌ای که خورده. پس میتونه اون غذای گندیده هنوز خوشمزه باشه یا ما با مزهش بکنیم، اما گندیدگیش هنوز سر جاشه، مسمومیتش هنوز سر جاشه،
لاشون ها را هم اینجوریه، هر چقدر ما بخوایم خوشگلش بکنیم، بامزش بکنیم، با دلیلش بکنیم، هنوز لاشون ها را مسمومیتش سر جاشه. حقیقت بود، فقط به یک نفر گفتم، با هم دوستیم، هر نوع جاستیفیکیشنی که ادویه‌ای که ما بخوایم به این لاشون ها را اضافه بکنیم که برامون قابل قبول و خوشمزه بشه، هنوز لاشون ها راست. مزهش شاید تغییر بکنه اما سمش تغییر نمیکنه، هنوز گندیده است، تأثیر خودشو میگذاره. بگذاریم که بعض موقع است که آدم جلوی دماغشو میگیره که مزهشو حس نکنه و همین باعث چی میشه؟ که میگه شطور دیدی ندیدی، من که چیزی نگفتم. و حتی بعض موقع ما بعد از اینکه اشتباه و لاشون ها را هم از اون سر میزنه، نمیخوایم درستش بکنیم، نمیخوایم متوقفش بکنیم. چرا؟ چون اگر قبول بکنیم که از این به بعد من نمیخوام لاشون ها را بگم، پس تمام حرفایی که تا الان زدم هم لاشون ها راست، پس میام دفاع میکنم که به این حرفا نمیگن لاشون ها را، که حداقل این 10-20 سالی که این همه من رکورد و پرونده لاشون ها را دارم براش مقصر یا محکوم نشم. حالا اگر شما میگید، نه اینکه من قبول دارم، حالا اگر شما میگید اینا رو نمیشه گفت، حالا باشه، شما باشه، جلوی شما من این حرفا نمیزنم، نه اینکه من قبول دارم، جلوی شما باشه، تو کنیسا باشه، نمیدونم فلان باشه، مبادا که قبول کنه که تا حالا این حرفا لاشون ها رو بوده، اگه نه عمری در اشتباه بوده. اگر شما میگید، یا بعضی موقع برای خودمون یک نوع حالت توجیه میاریم، اینجا که میدونید اینجا همه خیلی مواظبن و همه میگن او تا آدم یه چیزی بگه میگن لاشون ها را گفتی، نه اینکه من قبول دارم اینا لاشون ها راست، اینا میگن تا آدم یه چیزی بگه میگن لاشون ها را گفتی، برای اینکه هنوز بگه که خودم هم قبول دارم ولی نمیخوام محکوم باشم، مقصر جلوه بدم، فقط از دیدگاه شما این رو من میگم لاشون ها راست، اما نه از دیدگاه خودم. پس میبینیم چطور انسان با روانشناسی کامل میتونه هنوز ویروس لاشون ها را در خودش نگه داره، فقط در بعضی از موقعات و اوقات و محیط بخواد یک ذره مواظب باشه، ولی هنوزم نمیخواد اعتراف بکنه که این لاشون ها راست، چون هنوز دلایل خودشو داره، دارم حقیقت میگم، دوستمه، فقط با یه نفر گفتم. اما ببینیم عارف حافظ خیم چطور میاد چشم ما رو باز میکنه، که میگه ببین هنوز تا آخر دره، به ته دره نرسیدی، دستت یه جا بگی نیفتی، حتی پات هم لیز خورده بود، در سرازیری هستی، دستت یه جا بگیر که با سر به دره نیفتی، حداقل یک جای نجات برای خودت داشته باش. با اون چیه؟ به خول شیط ربو هشم ایم یت ربه اون هم سپه، به همون مقدار که شنونده ها گوشاشون رو تیز میکنن و تماشاچی و شنونده بیشتری برای لاشون ها رای شخص جمع میشن، یت ربه اون هم سپه، به همون تعدادم گناه اون لاشون ها را یا اون شخص بیشتر میشه. اگر 3 نفر لاشون ها را شنیدن، فرق داره اگر 1 نفر شنید.
اگر 10 نفر شنیدن فرق داره اگر 3 نفر شنید. اگر 1000 نفر یک باره توی فیسبوکش بودن یا توی ایمیلش بودن یا توی واتساپش بودن و یک لاشون هارایی رو پخش کرد، فرق داره که اون 1000 نفر شنیدن تا اینکه اگر 10 نفر میشنیدن. و خول شیط ربو هشون ایم یت ربه اوان هم سپر. چرا؟ چون فرق داره که آدم جلوی 2 نفر آبروش بره یا جلوی 100 نفر. و هر چقدر تعداد شنونده بیشتر باشه سنگینی گناه بیشتره. چرا؟ میپنه شحورو میتگنه یوتر، چون دوستش اون مخاطب بیشتر مورد تحقیر قرار میگیره. به معنی اینکه آدم عیب، نقص یا حقیقت پنهان زندگی کسی رو فاش بکنه. به خل شیط ربو هشمعیم، با تعداد شنوندگان بیشتر میتگنه یوتر، بیشتر آبروش میره. یت ربه اوان هم سپر، گناه گوینده بیشتر میشه. پس چیزی که کاملا خلاف طبیعت لاشونهاراست. چرا؟ چون لاشونهارا دزد شهرته. لاشونهارا دزد شهرته یعنی چی؟ یعنی این که افرادی که میخوان کسب شهرت، کسب مقام، کسب توجه، اتنشن بکنن، متاسفانه اینا درگیر این بیماری هستن، لاشونهارا. از آبروی دیگری میدزدن که به آبروی خودشون اضافه بکنن. با تعریف معایب دیگران یا زندگی خصوصی و شخصی دیگران میخوان خودشون توجه و اتنشن کسب کنن. حتی اگر حقیقت باشه. پس کسی که میاد میره پرده برداری میکنه از زندگی معایب پنهان دیگران، داره آبرو اونها رو میاره پایین که آبروی خودشو ببره بالا. در نجل لاشونها را دزد آبروه، دزد افتخاره. به جایی که بخواد خودشو با سعی و تلاشش بهتر در نظر مردم بالا ببره که آبروش بالاتر بره، میگه این چه کاریه؟ برم این همه زحمت بکشم، درس بخونم، رو خودم سعی و تلاش کار بکنم، خودسازی داشته باشم که مردم آیا منو قبول بکنن یا نکنن، بهم افتخار و اتنشنی که لازمه رو بدن یا ندن. آقا دو کلام در مورد افراد صحبت میکنه، ببین چجوری همه گوشا تیز میشه، همه سرا بر میگرده، چقدر همه بهم توجه میکنن. فقط لازمه که من داوطلبانه خبرنگار و ریپورتر جامعه و کنیسا بشم. با 2 کلمه فهمیدی؟ همین فهمیدی چی شده؟ دیگه کنترل قلب و احساس و گوش و هوش دیگران رو در دست میگیرم. ای چی شده؟ نفهمیدی؟ حالا بیا و هی همش تورا بخون. آقا برید ببینید دنیا چه خبره، تو جامعه داره چی میگذره. تویی که داری اینقدر همه اخبار رو پخش میکنی به عنوان مجری رادیو تلویزیون جامعه، همه خانواده ها رو بیا برو میکنی، تو چه قدمی داری برای جامعه برمیداری؟ مگه فقط با پخش کردن اخبار شخصی دیگران درد مردم رو داری دوا میکنی؟ مگه اصلا کسی از تو درخواست کرده که بری بازجویی بکنی، بازرسی بکنی، اینوستیگیت بکنی
خبرنگاری که بیای پخش بکنی. آیا تو چه سمت مقام جامعه هستی که جامعه رو، خانواده ها رو این همه داری بیابرو میکنی به عنوان که داری خدمت میکنی؟ این خیانته. پس میبینیم چقدر انسان میتونه در گمراهی مطلق باشه، تاریکی مطلق، هنوز فکر کنه که در روشنایی داره خدمت میکنه به جامعه، نمیدونه که داره خیانت میکنه. پس قبل از اینکه ما بخوایم حرفی بزنیم، اگر بتونیم حرفمونو در کلاممون نگه داریم، نگذاریم که همینجوری مانند شیر آب همینجوری هی کلام از دهانمون خارج بشه، ما توی زیرزمینمون یه شیر آب داشتیم که این هی چکه میکرد. آقا هرچقدر هم سفتش میکردیم چکه میکرد. آخر دیدیم یه بیل، یه قبض آب اومد، دیدیم چرا؟ زنگ زدیم گفتیم آقا اشتباه شده. گفت نه اشتباه نشده، شاید یک شیری چیزی لیک قطره قطره داره میاد، شما متوجه نیستید، نشتی داره. رفت دیدیم داره راست میگی، پیش خودمون گفتیم داره قطره قطره میاد، نگو داره برای هر قطره چقدر برامون آب میخوره، وانگه دریا شود. اگر با 10 دلار، 20 دلار، 50 دلار شیره رو درست کرده بودیم الان قیمت بالا نمیومد از ماه دیگه. ولی پوینت اینجاست، ما هم اگر دهنمون رو مواظب باشیم قطره قطره نشتی نداشته باشه، حالا یه کلام اینجا، یه کامنت اینجا، یه حرف اینجا، یه سخن اینجا، حالا مگه چیه؟ میبینیم داریم براش پولشو میدیم، برامون چقدر گرون تموم شد. لازم نیست که حتما شیر آب رو بازور شیر آب رو باز گذاشتید هی داره میاد. اتفاقا موقعی که شیر آب بازه آدم بیشتر زودتر عمل میکنه میبنده، ولی ممکن داره قطره قطره میاد، حالا مگه چیه؟ اتفاقا موقعی که طرف هی پر حرفی میکنه و حرف میزنه آدم بیشتر به فکر میاد که مواظبش باشه، ولی همین که قطره قطره یه صحبت اینجا، یه حرف اینجا، یه خبر اینجا، یه کلام اینجا هی نشتی داره میگه، آدم حواسش نیست که داره چطور لاشونهارا رو در خودش عمیق‌تر میکنه و یه باری قبض میاد براش. اه مگه چیزی نگفتم که؟ پس این همه قطراتی که گذشت چی بود؟ پس حراف حافظ خیم داره به ما میگه و هایا ای کف تیشمون، اگر بتونی حواست به گناهان کوچیکت باشه، گفتارهای کوچیکت باشه، حرفهای کوتاهت باشه که پاکیشو حفظ بکنی، میتونی پاکی تمام صحبتهای بزرگترت هم رو بکنی. پس تا این حد حرف حافظ خیم داره ما رو هشدار میده. که میگه برای حفظ آبروی خودت آبروی دیگران رو در خطر ننداز. برای اتنشن و توجهی که خودشیرینی که در نظر مردم بکنی و یک ذره احساس مقام بکنی، مقام دیگران رو در خطر ننداز. هر موقع اومدن دست چک به نشون دادن که آقا این حقوق شما،
ما میخوایم شما بشید خبرنگار جامعه، بیاید به ما اطلاع بدید که تو جامعه چی میگذره و تو خانواده ها داره چی میگذره. هر موقع دست چک نشون دادن آقا این $1,000,000، اون موقع ببینیم آیا ارزش داره برای $1,000,000 علام هوای خودمون رو تو خطر بندازیم، بریم تو کار خبرنگاری و لاشون ها را زندگی مردم رو هی فاش بکنیم و به مردم لو بدیم. دیگه چه برسه طرف بخواد مجانی داوطلبانه علام هوای خودش رو از دست بده و ببینه که داره به ضرر خودش هر دفعه تمام میشه، هی داره چوبشو میخوره، هی داره قبضش میاد براش. هشم کمک کنه به ذات هشم، مخصم بعد از پسم که این خامس درون رو از خودمون بیرون کردیم، شروع کنیم کم کم پاکی کلاممون رو نظر روحانی حفظ بکنیم. و اگر تونست پسخ به ما یاد بده، یا کن یک هفته موقعی که نخواستی نخوردی، پس اگر بخوای برای چند هفته هم اگر نخوای میتونی نگی، میتونی خامس دهانت هم رو حفظ بکنی. هشم کمک کنه که به خود بتونیم به عزت چمون درجه برسیم. باروخ هشم لعالم، آمین و آمین. عزاوارو